به یاد آب، به نام آتش، به اسم مشک، به هر آنچه تشنگی را به یاد آورد، نام حسین در دل ما زنده می شود. اینجا سرزمینی است که با گوشهای خود صدای آتش یعنی آب می خواهم، یعنی به این لبها آب برسانید، یعنی از تشنگی جگر ما می سوزد، آن هم از کودکان، از زنان، آن هم از دختران پیغمبر، آن هم از خواهران و فرزندان حسین. شنیدن اما سر هم نکردن، نه که آب نیاوردن، که گفتن به همه کس آب میدهیم جفتو، همه از این آب سهمی دارند جز فرزندان تو. آنقدر تو را تشنه نگه می‌داریم که از تشنگی جان بدهیم. و اینها از گوش دوستان حسین پاک نخواهد شد و هرگز دشمنان حسین را نخواهند بخشید و تا ابد به لعن قاتلان حسین، به لعن اون کسانی که آب رو بر حسین و فرزندانش مرد کردن بر زبان من جاری است. هرگاه آب را ببینیم، هرگاه آب را بنوشیم، هرگاه آب بر سر و صورت زنیم، هرگاه خنکای آب را احساس کنیم، همیشه یاد تو در دل ما زنده می شود. یعنی که حسینی هرگز حسین را فراموش نخواهد کرد، چرا که من الماء کل شیء حی. اگر زندگی هر چیز به آب است، پس چرا در کربلا زندگی فرزندان حسین را به جرعه آب برنتاختند؟ ما هم با آنچه مایه حیات است، آنچه مایه حیات قلب و دل و جان و روح امان است به خاطر خواهیم آورد. برای ما آب یعنی حسین، برای ما آب یعنی عباس، برای ما آب یعنی کربلا، و برای ما آب یعنی عاشورا. پس اگر هر روز با آب سر و کار داریم، اگر جان بشر با آب زنده می ماند، این آن رگ حیاتی است که نام حسین را همیشه در روح و جان ما زنده نگه می دارد. میگوییم السلام علی الحسین، لعنت الله علی قاتل الحسین، سلام بر حسین و لعنت بر یزید. ابا عبدالله، خدا لعنت کند آنان که جرعه ای آب را بر تو و بر فرزندانت و بر یارانت من کردن و لبان تشنه شما را دیدن و صدای آتش شما را شنیدن، اما با قلبی قصیر، با آنکه مرگ را در چشمان شما می دیدن نظاره کردند و فرات لبریزت آب را به راه خود سپردند و لبهای شما را سوزاندند تا آنجا که بین شما و آسمان چشمتان دود می دید و رنگ آب بر چشم شما سوزان و سیاه و تاریک